اوس د غونډې په پیل کې د بهرنیو د افغانانو د پیوستون د شورا مشر لیکوال او سیاسي او تاریخي څېړونکي ښاغلي ډاکټر صاحب نور احمد خالدي نه هیله کوم چې پروګرام پیل کړي او د پیل وینا وکړي. تشکر فیضی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه خدمت تمام اشتراک کنندگان محترم این کنفرانس ورچوال کنفرانس یا زوم کنفرانس خیر مقدم میگم. تشکر از این که دعوت قبول کردین و در این کنفرانس سهم گرفتین. تجلیل از استرداد استقلال برای مردم افغانستان یک نیاز است. ما مانندی که مانند خود کشور ما، تاریخ کشور ما برای ما، برای مردم افغانستان بسیار معزز و در قلب مردم قرار دارد و این مانند آتش است، امی عشق به وطن، عشق به تاریخ کشور، عشق به امتیاز و افتخارات گذشته، مانند آتش است که ضرورت داره، مانند کوه آتش که همیشه تازه شود. ما در با تجلیل استقلال ما این فرصت پیدا میکنیم که این آتش تازه کنیم، زنده نگه داریم، شعله وطن پرستی و عشق با وطن همیشه پیش خود زنده نگه. از طرف دیگه ما هر کشور به روز ملی زیاد نیاز داره، از این جمله کشور ما هم به روز ملی نیاز داره. تا در این روز ملی ما مشکلات خود، تاریخ خود نگاه کنیم، از افتخارات خود لذت ببریم، دور جشن بگیریم، از مشکلات خود یاد کنیم، از او عبرت بگیریم، از ناکامی های خود دست بگیریم و برای آینده خود آماده کنیم. همچنان در این شرح سالهای اخیر تجلیل از استقلال بازم برای ما یک فرصت میده که تسلسل مسائل را که ما، موضوعات و مشکلات را که ما 100 سال پیش داشتیم، ما امروز هم میبینیم در کشور خود. این را بررسی کنیم که چرا در افغانستان زمان منجمد شده. با این سخنهای بسیار مختصر ما میخواییم در این کنفرانس همین مسائل را بررسی کنیم، همین نکات را که عرض کردم بررسی کنیم و سخنرانان محترم ما در این مسائل روشنی خواهد انداختند. ما بیش از این صحبت نمی کنم، بعدن البته در نوبت خود مسائل را مطرح خود کردم، صحبت خود کردم. حالا در 101 سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب و بد و زشت به طور مشهود، به طور واضح مشهود، از روز استقلال در سال 1919 تا امروز مبارزه میان زورگویان محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی به رهبری یک تعداد روحانیون و نیروهای ترقی‌خواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا میباشند همچنان جریان دارد. بررسی همین موضوع، بررسی همین مسئله موضوع سخنرانی امروز را تشکیل میده یا امشب را تشکیل میده. اصول استقلال خارجی به امان الله خان اجازه داد تا با تطبیق پروگرام های گسترده اقدام کنند که ما او را به نام نهضت امانی میشناسیم که در این مورد سخنران قبلی ما صحبت کرد و در زمانی که امان الله خان به اقدامات دست زد، ما در حقیقت افغانستان 200 سال از دیگر کشورهای دنیا عقب مانده بود. از جمله کشورهای شرقی یکانه کشوری که در راه تجدد یا مدرنیته را قدم گذاشته بود کشور ژاپن بود که ما نتایج درخشان از او تا امروز میبینیم. تجدد خواهی منحصر به تمدن غرب نیست و در فرهنگ اصیل جامعه ما هم ریشه دارد. اسلام، به خاطر بیاریم، اسلام زمانی که به شرق رسید، به سرزمین های آسیای میانه رسید، به سرزمین های افغانستان امروزی رسید، با تمدن تاجر پیشی مناطق روبرو شد و آشنا شد
و دوران شگوفان خلافت عباسی را به میان آورد، چون عباسی ها از این مناطق خواسته بودند، از خراسان درخواسته بودند. و در جمله شخصیت های بزرگ را به جهان ساینس و معرفت معرفی کرد. از جمله مثلا مفسرین بزرگ اسلامی مانند ترمذی و بخاری و غیره از این قطار است. به خاطر بیاریم که در این زمان است، در این عصر است که تمام گنجینه تمدن یونان باستان ترجمه میشه به عربی در بغداد. و زمانی که در اروپا زمان جهالت یا دوران سیاه تفتیش عقاید جریان داشت، کتاب‌های بزرگ، آثار بزرگ علم و ساینس آتش زده میشه. از این جمله آثار بزرگ یونان باستان از بین میره. چیزی که جامعه امروز در دنیای امروز بس داره از آثار یونان قدیم، از روی ترجمه های عربی زمان خلافت عباسی است که دوباره به زبان های اروپایی ترجمه شد. در عصر امان‌الله خان در میان کشورهای اسلامی دو کشور در راه تجدد همزمان با امان‌الله خان قدم گذاشتند. یکی ترکیه تحت رهبری کمال اتاترک بود و دیگرش البته در فارس رضا خان در ایران. مخالفت با نهضت تجدد طلبی امان‌الله خان با سی قیام به مسلحانه در افغانستان مقابل کرد. قیام اول قیام 1924 ملای لنگ بود در جنوبی که در یک دست خود قرآن گرفته بود و در یک دست دیگه خود قانون جزای امان‌الله خان گرفته بود. کوچه به کوچه میگشت میگفت کدام شقه بود. قیام دوم قیام مردم شینوار بود در سال 1928 در مشرقی و قیام سوم قیام 1929 حبیب‌الله کلکانی یا مشهور به بچه سقا بود در شمالی. تمام این قیام ها، تمام این شورش ها یک وجه مشترک با هم داشتند: مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شرعیت. در تمام این شورش ها شارا کافر و منحرف از دین اسلام می دانست. هیچ کدام جنبش طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری‌جویی و حاکمیت قومی نبودند. در صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف اشتراک داشتند و حامیان آنها را اقتداد ملاها و رهبران عنعنوی مذهبی تشکیل می دادند. بی جهت نیست که اسلام سیاسی امروزی نیز در مخالفت با امان‌الله خان قرار دارد. مخالفت با امان‌الله خان مثال از این را عرض کنم، مثلا سیاف یا گلبدین یادگار، همه ایشان در مخالفت با امان‌الله خان قرار دارد. مخالفت با امان‌الله خان از زاویه قوم پرستی پدیده است که بعد از سال 1992 موج شد یا رواجی ها که امروزه در مزگیری های افراد مانند لطیف پدرام ظاهر میشه. بسیاری ها علل سقوط نهضت امانی را کاملا بسته به دسایس استعمارگران انگلیسی میدانند. انداختن گناه تمام بدبختی های یک کشور به گردن خارجی ها، البته این در کشورهای شرقی عام است، اما البته دیگه هیچ جای شک نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک روبه انکشاف همیشه مداخله میکنه. در 100 سال قبل وقت در زمانی که عیسی در هندستان بودن، از یک طرف با مدارس دیوبندی تشویق میکردن و از جانب دیگر ای علمای که در مدارس دیوبندی بودن یا را بر ضد روحانیان یا را بر ضد اقدامات اصلاحی در افغانستان تشویق میکرد. یعنی روش دوگانه داشت، مثلا در مقابل مذهب استفاده از مذهب به دو صورت میکرد. همچنان امروز هم میبینیم که استعمار غرب یا امپریالیزم غرب این کار انجام می‌دهد.
واقعیت اون است که متاسفانه مغالطه و اختلاط و در هم آمیختن مفاهیم و اهداف تجدد طلبی یا مدرنیزم به دوره امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی و شتاب زدگی در تطبیق بنام ها در کنار دسایس آشکار و پنهان استعمارگران انگلیسی که پیشرفت یک افغانستان مستقل را خطر برای ادامه تسلط استعماری خود در هند می دانستند، عوامل شکست نهضت ترقی خوانی ملاخان را فراهم نمود. کشور ژاپن هم مثال می دهیم دست به تجدد طلبی و مدرنیزم زد بدون آن که مظاهر غرب زدگی را در جامعه عنعنوی خود معرفی کند و از همین سبب پیروز شد. در حالی که برنامه های تجدد طلبی در ترکیه با موافقیت مورد تطبیق قرار گرفته بود، آنچه را آمان الله خان و همکاران او نتوانستن تشخیص نمایند این بود که در ترکیه تحولات اجتماعی سابقه داشته و طبقه متوسط از یک توانمندی معین برخوردار. همین طور یک اردوی منظم در اختیار دولت ترکیه قرار داشت، در حالی که شاه آمان الله خان نه یک طبقه پرتوان شهری در اختیارش بود یا در پهلوش بود یا در عقبش بود و نه یک اردوی منظم و نیرومند داشت که از پروگرامای از او حمایت. یکی از وقایع عینی و زمان ما از نوشته های فیض محمد کاتب یادآوریم که در اون زمان زندگی در این ارتباط دار با تجدد طلبی و غرب زدگی. در کتاب تذکر الانقلاب نوشته میکنه که احمد علی خان که رئیس بلدیه شهر کابل بود، اهالی شهر را از قوی و ضعیف و وزی و شریف و دکاندار و حرفوارهای بازار و ذکور و اناس عرصه دو هفته در زیر انواع فشار معی جملات را که خودش نشکن میخواد در زیر انواع فشار و انزجار پوشیدن لباس رسمی و کلاه اروپایی و غیره و غیره آورده، عموم را دست دعا به درگاه کبریا برداشتند و زوال سلطنت امیر امان الله خان را از او تعالی خواستن کشانیده بود. کتاب فیض محمد کاتب که در کل نالون چاپ شده توسط علی امیری. جای تعجب نیست که در چنین حالت که فرهنگ عنعنوی عوام طرف تحقیر قرار میگیرد، روحانیون بنیادگرا فرصتی میاد پیدا میکنند تا علیه اصلاحات امانی وارد میدان شد و با تحریک اذهان مردم اختشاشات پراگنده و بعدا سرتاسری را به وجود آورد. به یقین عمال استعمار انگلیس نیز هستم تو شرایط استفاده سو نموده به آتش طغیان مردم هیزم میریدن. حکومت نوماهی حبیب الله کلکانی با استفاده با آنکه حکومت حبیب الله کلکانی نوماهیش یک دوره اختلال کوتاه مدت در مسیر طبیعی زعامت عنعنوی دولت افغانستان محسوب میگردد، اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان در افغانستان برملا میکند. این زیربنا چگونه بود؟ بچه سقاو از حمایت ملاها در شمالی و سایر نقاط کشور و بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقه نقشبندیه برخوردار. همچنان ابراهیم پتک رهبر جنبش باسمچی های آسیای میانه که به افغانستان فراری شده بود در سال 1929 از قیام بچه سقاو حمایت کرد. پیر تگاو بچه سقاو را به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله اعلان نمود، به سر سید جان پاشا بود و خود در سال 1919 نصر الله خان کاکای امان الله خان در جلال آباد پاشا اعلان کرد. بچه سقاو خود مرید شمس الحق مجددی پیری گلبهار بود. ورود او به کابل مورد تایید خانواده مجددی مقیم شوربازار قرار گرفت.
بنیادگرایان مذهبی کسی را میخواست بر تخت کابل بنشیند که حاکمیت شریعت دوباره اعاده کند. حمایت از قیام بچه‌سقه و دلایل فرهنگی داشت. حمایت مردم دلایل فرهنگی داشت. این قیام هرگز مبنای سیاسی، طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برترجویی یا و حاکمیت قومی نبود. یک تعداد قیام امان الله خان، شورش امان الله خان، جنبش دهقانی میدانند. این کاملا غلط است. در نشته های مختلفه طرفدارای شورای نظار اگه بخوانیم اینه جنبش دهقانی، یک تعداد پرچمی هایی را شورش دهقانی میدانند، در حالی که هرگز این شورش دهقانی نبود. هیچ ماهیت طبقاتی نداشت، هیچ ماهیت ضد استبدادی نداشت. شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل ارتجاعی امروزی که در مقابل توسعه دموکراسی، حقوق اساسی مردم، توسعه حقوق بشر، حقوق زنان، تعلیم تربیت، آزادی های ابتدایی مانند پوشیدن لباس، مساوات در مقابل قانون، کار و اشتغال زنان خارج از خانه، با مو شدت که 100 سال قبل باقیست امروز در افغانستان. حتی نسل های امروزی افراد در همون نقش های متخاصم پدران و پدرکلان های خود قرار دارند. مثال میتونم خلیل الله خلیدی، پدرش در مخالفت با امان الله خان قرار گرفت و اعدام شد. خود خلیل الله خلیلی همکار حبیب الله کلاکانی بود، والی مزار شریف شده بود، حکمران مزار صفاد شمال بود. پسرش در مقابل در کنار شورای نظار قرار گرفت. این تسلسل تصادفی نیست. امروز هم اشخاص مانند سیاف که برای ادامه سلطه مافیای جهادی فرد مجاهد را برتر از سایر افراد جامعه میپندارد و بر از او امتیازات بیشتر میخواهد. این تنها طالبان نیستند که مخالف مظاهر فرهنگ متداول امروزی در جهانند و جز از شریعت هیچ قانون دیگر را برسمت نمیشناسند، بلکه هستند باندهایی از مجاهدین سابق که در شهرها، اطراف و اکناف کشور در مخالفت با مظاهر فرهنگ متداول امروزی محاکم صحرایی برپا می کنند، فرمان سنگسار می دهند و به طور مثال قتل فرخنده را در کابل می توانیم بیان. و می حساب است که من می گم در افغانستان زمان منجمد شده. در طول 101 سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با ترقی خواهی یا مدرنیزم قرار گرفتند، شامل بنیادگرایان، اسلامگرایان و اخیراً گروه های وهابی و تکفیری می باشند. کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه دموکراسی 1964-1973 میلادی با آزادی های فردی و اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشی ها بالای بروی دختران مکاتب رواج یافت و عامل شهادت اشخاص مانند عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان در پوانتون کابل شدند. اسلام گرایان متعاقبند بر مبنای فتوا به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داوود خان بغاوت کردند و در سال 1975 به اعزام گروپ های مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کرد که ترور علی احمد خرم وزیر پلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام برد. بر همین اساس تسلسل کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 1980 و 1990 میلادی حیات دوباره یافته و به عنوان تنظیم های جهادی بنیادگرا و اسلامگرا در صفوف قیام های مردمی مردم بر ضد آنچه تجاوز شوروی خوانده میشه رخنه کرده، رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومت های خودکامه کودتای هفتم ثور گرفته، هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند و هزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانیدند.
متاسفانه امروز بعد از گذشت 19 سال از سقوط حکومت قرون وسطایی طالبان و سپردن زمام امور افغانستان به گروه های جهادی بنیادگرا و اسلامگرا، ذهنیت افرادگرایی مذهبی تکفیری مجاهد پرور در نصاب درسی و تعلیمی مضامین دینی و سیستم تعلیم و تربیت کشور داخل شده و تراوشات چنین ذهنیت مخرب یا ذهنیت تکفیری مخالفان را کافر خواندن و برای مشروعیت فتوای خیش را به آیات و احادیث استناد نمودن وقتاً فوقتاً از پشت تریبون‌های مهم مانند خیمه لوهجرگه از طریق رسانه‌های ملی در جامعه منتشر میشه. این ذهنیت در طول تاریخ و جمله در 100 سال اخیر در مبارزه تاریخی علم و جهل که تجدد و تقابل آن با سنت مطرح است و طی جنبش‌های مشروطیت اول و دوم و نهضت امانی و لاتی خواندن شاه امان الله خان تا کنون از جهل پاسداری و برای بغاوت زمین سازی نموده است. طالبان و داعشیان نیز افراد خود را مجاهد و عملیات خود را جهاد می‌نامند. امروز مبارزه با طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه برای نابودی آنها باشد. بنابراین مبارزه با ذهنیت جهادی طالبانی و ذهنیت تکفیری داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید می کردد باید در سطح پلان‌های کاری ترقی‌خواهان افغانستان قرار بگیرد. طوری که تا 100 سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار می گرفتند، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالیستی خود مطابق منافع روز و منافع دراز مدت استراتژیک خود و مقابله و یا حمایت از افرادگرایی می پردازد و در رشد و اشاعه تروریسم افرادگرایی مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملت‌ها من جمله سرنوشت ملت افغانستان و یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغولند. این درامه توافق امریکا با پاکستان و طالبان در قطر تمام خصلت همی روش امپریالیستی را روش استعماری کهنه که به یک شکل جدیدش در جریان داره برملا میکنه و این توافق امریکا و پاکستان و طالبان باید از همی زاویه ما ببینیم. از توجه همه شما تشکر. استاس اجازه در این قسمت کمی ما میخواستم در این سوال توضیح بتون به اجازه شما. سوال رو که مطرح شد، این سوال اشتباه وجود داره. اشتباه به این معنی که اتو فرض میکنن که اگر افغانستان در 1919 امان الله خان اعلان استقبال نمی کرد، در حقیقت وقت هند آزادی داده شد افغانستان هم آزادی داده می شد. این یک سوال بسیار غلط است، برداشت غلط از تاریخ است، برداشت غلط از وقایع. انگلستان در سال 1947 به هند برطانوی آزادی داد. هند برطانوی در سال 1953 در سال 1935 در یک قانون به نام قانون هند تعریف شده. هند برطانوی مناطق است که شامل قلمرو هند برطانوی است و او مناطق تحت قیمومیت انگلستان بودند. مناطق قبائلی او طرف خط دیوران شامل از این نبود. اینمی اشتباه رو بسیاری ها میکنن، این رو نمیفهمن. وقت آزادی اعلان میشه هند و پاکستان ایجاد میشه، پاکستان وارث
مناطق مسلمان نشین هند برطانوی در غرب هندوستان است که در این مناطق هند برطانوی مناطق قبایلی شامل نیست. شما ایره از ایره من از کجا میگم؟ ایره از خود زبان سر مورتیمر دیورند میگم. دیورند وقتی معاهده دیورند امضا شد یکی دو سال بعد از این میره به دیلی، در اونجا خبرنگارا از این پرسان میکنن و این واضح خودش میگه، میگه اشتباه نکنین، این خط دیورند سرحد بین افغانستان و هندوستان نیست. میگه ایخ معاهده دیورند معاهده است بین امیر افغانستان و حکومت هند برطانوی که این معاهده حدود نفوذ دو دولت بالای مناطق تعیین میکنه، تعریف میکنه که مربوط هند برطانوی نیستن. میگه مناطق قبایلی جز هند برطانوی نیست، در قانون 1935 شامل نیست. بنابراین وقتی استقلال پیدا میکنه پاکستان، کشور ایجاد میشه، این مناطق شامل پاکستان نبود از لحاظ حقوقی، چون شامل هند برطانوی نبود و می خاطر نام زیر ماندن نورت ویست فرانتر. و یک موضوع دیگه رو بسن نظر می کنم، وقتی که معاهده کابل 1921 که بعد از توسط امان خان امضا شد که تایید معاهده دیورند است، این 3 سال اعتبار، وقتی 3 سال اعتبار از این تمام می شد، لورد برکینگهام این وزیر مستعمرات هند برطانوی بود، وزیر در کابینه انگلستان، ای میره به پارلمان انگلستان یک بیانیه میده، میگه که وقت آل می 3 سال تکمیل شده و این معاهده میتونه افغانستان رو لغو کنه، چون او گفته بود در معاهده گفته میشد که هر کشور میتونه این لغو کنه، میگه این میتونه لغو کنه چون این 3 سال اعتبار و همچنان این گفته میشه که حکومت وقت پاکستان آزادی پیدا میکنه، این خطر وجود داشت برای حکومت برطانوی، بخصوص بعد از این که لوی جرگی افغانستان این معاهده دیورند رد میکنه و تمام معاهدات گذشته به اساس معاهده راولپندی همش ملغاش. در معاهده راولپندی وقتی که استقلال کامل افغانستان و انگلیس ها به رسمیت میشناسن، میگن که تمام معاهدات قبلی لغو شده. در اینجا بازم حکومت انگلستان از وزارت عدلی خود تقاضای یک حکم میکنه، حکم حقوقی میکنه، میگه اگر افغانستان حال بره به محکمه بین المللی و تقاضای مناطق کنه، ما چی موقف داریم؟ چون در خود این پیشنهاد حکومت برطانوی نشته است که مناطق آزاد سرحدی، قبایل سرحدی عضو جزء هند برطانوی نبود. یا بنابراین انگلستان حق نداشت ایره بر پاکستان ده. و تنها چیزی که وجود داشت وجود، یعنی امکانی از این وجود داشت که افغانستانی مردم بگه که شما میخواین امرای ما یک جشاین و او میفتن بله خلاص بود کن عربوت افغانستان بود. اما این رفراندوم صورت نگرفت و تا حال این موقف در جهان وجود دارد، تا حال که پاکستان به اصطلاح میخواهد که افغانستان این رسمیت بشه، به خاطری که این نمی مناطق به اساس قانون جز هند برطانوی نبود و این انگلستان صلاحیت دینی نداشت که این رو پاکستان بده. عرضمه ای بود ستانیزی سید. چند نکتر اسلامی کنم. اولی که وقتی معاهده راولپندی را امضا کردن یا وقت در حالت امضا بودن، با علی احمد خان، من قبول دارم که من
علی عمر خان آدم دانستی نبود، اما وقتی میخانه این مایده را نو مادست یا چند مادست به اون متوجه میشه که هیچ کلمه راجع به استقلال در این گفته نشده. این اعتراض میکنه، اعتراض میکنه بالای سر همیلتون گرانت، میگه در این خو هیچ کلمه راجع به آزادی افغانستان گفته نشده. سمر همیلتون گرانت یک کاغذ کش میکنه، قلم از جیب خود میکشه و قلم نشته میکنه، یک مکتوب نشته میکنه و قلم خود، عنوانی علی عمر خان رئیس هیئت افغانستان. در این خط نشته میکنه که با امضای این ماده ما حکومت بریتانیای کبیر استقلال افغانستان در امور داخلی و میکروفون منیر صاحب قطع کنیم که با این امضای این ماده تمام افغانستان در امور داخلی و خارجی خود استقلال کامل داره. یکی. دوم، مایده دیگر نشته میکنه با امضای این مایده تمام قراردادها و معاهدات قبلی باطل است. سوم نشته میکنه با امضای این، با این جنگ و امضای این مایده تمام سبسیدی که دولت انگلستان به افغانستان میداد خلاص میشه، قطع میشه. این سی چه اضافه میکنه، امضا میکنه، این مکتوب میده ولی عمر خان. اینی یکانه جایی است که استقلال دو ذکر شد. میریم سر معاهده کابل. معاهده کابل یک سال مذاکراتش دوام میکنه. در یک سال انگلستان تهدید میکنه. محترم سعیدی صاحب میکروفون تو نگل کنیم. انگلستان تهدید میکنه. کماندان قوای انگلیسی تهدید میکنه که ما میریم جلال‌آباد میگیریم. همچنان معاذر هستیم حتی تا کابل بریم. این یک سال این مذاکره دوام میکنه. یک سال. بالاخره امضا میشه. اما این گفته میشه با فشار هیئت افغانی گفته میشه که ما در 30 سال اعتبار داریم. این درست است که بعد از 30 سال دولت افغانستان این چیز نکرد. در اون زمان. ای را ملغا نکرد و حکومت، ما قبلا گفتم که لورد بارکینگهام انتظار داشت که شاید افغانستان ای را لغو کنه، اما این معنی نداره که ای لغو نمیشه. در سال 1900 قانون امی لوی جرگه دایر شد در افغانستان بعد از یک جنگ کوچکی که بین در اونجا واقع شد که افغانستان 1949 بود. این لوی جرگه 1949 این معاهده لغو میشه. توسط لوی جرگه. یعنی ای که در اون زمان، در زمان امان الله خان این معاهده لغو نشد، معنی نیست که باز افغانستان نمیتونست در جای دیگه لغو کنه. این چون ای اوپن اندد بود. این 3 سال اعتبادش ختم شد. بالاخره در سال 1949 این لغو شد. و خود حکومت انگلستان در امو معاهده چیز حقوقی که بعد از ختم دوری 30 سال امو تفسیر حقوقی که وزارت عدلیه میته با حکومت انگلستان گفته میشه که ای افغانستان اگر برده محکمه بین‌المللی افغانستان میبره این موضوع، افغانستان صلاحیت ازیر داره، قابلیت ازیر داره که این موضوع رو به نفع خود فیصله. خب از این موضوع میگذاریم. موضوع دیگری که خانم سب روبل همشیری ما صحبت کردن، ما یک سوال کردن که چرا استعمارچی های جدید یا امپریالیست های امروزی هم از دین بر ضد مردم استفاده می‌کنند. در طول تاریخ استعمار از دین بر ضد مردم استفاده از دین در همه کشورهای جهان، چون اگرچه بسیار علمای دینی بودن که نقش مثبت در مبارزات ضد استعماری بازی کردن، در این شک وجود نداره، ما علمای دینی داشتیم که بر ضد استعمار خیستن و رق بلند کردن، اما در مجموع در سعودی رو ببینید، عربستان سعودی
امریکا تضمین میکنه فامیل سلطنتی سعودی را در قدرت باشه و سعودی رهبری وهابیزم در جهان داره و به تمام کشورهای روبه انکشاف کشورهای اسلامی را در حقیقت ای فند میته از مکاتبش هم مدارس اسلامی را دیگره دیگره. چطور سعودی بخیزه بر ضد امریکا موقف بگیره؟ همیشه با سیاست های خود با سیاست های امریکا با سیاست های غرب با سیاست های انگلستان چیز میکنن، هماهنگ میکنن. کشورهای خلیج ببینین، کویت ببینین. ما رفته بودم در سال 1975 با کویت و از طرف افغانستان یک هیئت رفته بود، ما و آقای علی عبدالعزیز فروغ موین وزارت پلان بود، رفتیم کویت. در اونجا می سفیر افغانستان دیدن ما در هتل آمد. آمد من نمی‌فهمم کی موضوع بین المللی در اونجا واقع بود. می سفیر بر ما گفت که حکومت کویت منتظر است که بی بی سی چی میگه، حکومت انگلستان چی موقف هم میگیره در این موضوع بین المللی. و هر وقت که بی بی سی موقف گرفت بعد از این حکومت کویت اعلان میکنه موقف خود. این همیش این کشورهای مرتجی مثلا امارات متحده در دید که رفت اسرائیل به رسمیت چند روز پیش، قطر میبینیم، بحرین میبینیم، این کشورهای عمان میبینیم، کشورهای مثلا امی کویت میبینیم، یا سیاستهای خود همیش با کشورهای غربی هماهنگ میکنن، چون یا منافع زیاد حفظ میکنن کشورهای غربی. یعنی جنبش های ضد استعماری همیشه از طرف روحانیان مرتجی مورد حمله قرار گرفته، در هند، در افغانستان، در اندونزیا، در هر کشور، در کشورهای افریقایی، در همه جایی. وقت همین نکات من میخواستم ارز کنم. تشکر.